در جستجوی زمان از دست رفته، اثر مارسل پروست. کتاب چهارم، صدوم و عموره. راوی محمد حسن پور. فصل اول از بخش دوم. قسمت دوم. در هر حال باید کسی رو پیدا می کردم که معرفیم کند. چیره بر همه گفتگوهای دیگر، جیغ جیغ پایان ناپذیر آقای دوشارلوس شنیده می شد. با جناب دوک دوسیدونیا گپ می زد که تازه با او آشنا شده بود. اهل هر سنفی زود همدیگر رو می شناسند. اهل هر عیبی همچنین. آقای دوشارلوس و آقای دوسیدونیا هر کدام در جا به عیب یکدیگر پی برده بودند و آن این بود که هر دو در هر جمعی چنان اهل پرگویی بودند که تحمل نمی کردن کسی گفته هایشان را قطع کند. از آنجا که بر اساس یک شعر معروف فوراً به این نتیجه رسیده بودند که عیبشان چاره ای ندارد، عزم جزم کرده بودند که نه تنها ساکت نشوند، بلکه هر کدام بی توجه به گفته های دیگری حرف خودشان را بزنند. نتیجه کارشان هم همه نامفهومی بود که در نمایش های مولیر زمانی شنیده می شود که چند نفر همزمان چیزهای متفاوتی می گویند. بارون با صدای رسایش مطمئن بود که برنده می شود و صدای ضعیف آقای دوسیدونیا را می پوشاند. اما بزرگ اشرافی اسپانیایی از رو نمی رفت. چون هر بار که آقای دوشارلوس لحظه باز می ایستاد تا نفسی تازه کند، صدای نجوا مانند آن یکی شنیده می شد که آسوده حرفش را می زد. خیلی دلم می‌خواست از آقای دوشارلوس بخواهم مرا به پرنس دو گرمانت معرفی کند، اما می‌ترسیدم و بسیار هم حق داشتم که از من دلگیر باشد. با او حق ناشناسانه ترین رفتار را کرده. از شبی که با آن همه مهربانی مرا به خانه رسانید، دیگر به دیدارش نرفته و برای دومین بار پیشنهادهایش را رد کرده بودم. در حالی که به هیچ رو نمیتوانستم پیشاپیش آنچه را که بعد از ظهر همان روز میان ژوپین و او دیده بودم بهانه کنم. هیچ به چنان چیزی شک نمی بردم. درست است که کمی پیشتر در جواب پدر و مادرم که از تنبلیم خورده می گرفتند و اینکه چرا هنوز نامه‌ای برای آقای دوشارلوس ننوشته بودم، با تندی سرزنششان کردم که میخواهند مرا به قبول پیشنهادهای ناشایست وادارند. اما تنها خشم و میل به یافتن جمله ای از همه ناگوارتر مرا به دادن چنان پاسخ دروغ‌آمیزی واداشته بود. در واقع تصور نمی کردم که در پس پیشنهادهای بارون هیچ چیز جسمانی یا حتی احساساتی وجود داشته باشد. آنچه به پدر و مادرم گفتم پنداری دیوانگی محض بود. اما گاهی آینده در درون ماست. بیان که خود بدانیم و گفته هایی از ما که دروغ انگاشته می شود، از واقعیتی در آینده نزدیک خبر می دهد. آقای دوشارلوس بیگمان حق ناشناسی مرا می بخشید. اما آنچه بسیار خشمگینش می کرد این بود که حضور من آن شب در خانه پرنسس دو گرمانت و از چندی پیش در خانه دوشس گفته پرتمطراق او را نفی می کرد که تا من نخواهم کسی را به این محفل ها راه نمی دهند. خطای عظیم، جرم شاید نابخشودنی. سلسله مراتب را طی نکرده بودم. آقای دوشارلوس خوب می دانست که اژدر خشمش علیه کسانی که از دستورهایش سرپیچی می کردند یا کسانی که او ازشان بدش می آمد، به نظر خیلی ها با همه شدت و حدتی که او نشان می داد کم کم تو خالی جلوه می کرد و دیگر آن نیرو را که کسی را از جایی براند نداشت. اما شاید میپنداشت که نیرویش با همه کاستی هنوز عظیم است و در چشم نوچهی چون من کامل باقی مانده است. از این رو به نظرم چندان مناسب نمی آمد. از او بخواهم در جشنی که همان حضورم در آن نوعی تکذیب ریشخندآمیز ادعاهای او بود برایم کاری بکند. در آن لحظه مرد نسبتاً مبتذلی نگه هم داشت. پروفسور الف بود. از دیدنم در خانه گرمانت ها تعجب کرده بود. من هم از دیدنش کمتر از او تعجب نکردم، چون در خانه پرنسس هرگز آدمی از قماش او دیده نشده بود و پس از آن هم دیده نشد. به تازگی پرنس را که دیگر از دست رفته پنداشته می شد از یک سینه پهلوی عفونی نجات داده بود و قدردانی خیلی خاص مادام دو گرمانت مایه آن شده بود که مقررات را نادیده بگیرند و دعوتش کنند. از آنجا که هیچ کس را در آن مهمانی نمی شناخت و نمی شد که تا ابد چون ملک الموت تنها بگردد،
چون مرا دید و شناخت، برای نخستین بار در زندگیش حس کرد که بی نهایت چیز گفتنی هست که باید با من در میان بگذارد. چون این به او اجازه می داد که قیافه‌ای بگیرد و این یکی از دلایل آن بود که به طرفم آمد. دلیل دیگری هم داشت. خیلی برایش مهم بود که هیچگاه در تشخیص بیماری اشتباه نکند. اما شمار نامه‌هایی که دریافت می داشت آنچنان بسیار بود که وقتی بیماری را بیش از یک بار نمی دید، خوب نمی دانست که آیا بیماریش مسیری را که او خواسته بود پیموده است یا نه. شاید از یاد نبرده باشید که در روز حمله قلبی مادر بزرگم او را به خانه پروفسور بردم و این هنگامی بود که دستور داده بود چندین مدال به کتش بدوزند. بعد از آن همه مدت دیگر اعلامیه ترحیمی را که آن زمان برایش فرستاده بودیم به یاد نمی آورد. با لحنی که در آن اندک نشانه ای از نگرانی را یقینی تقریبی خونسا می کرد به من گفت: مادر بزرگتون مرحوم شدن مگه نه؟ آها درسته. خوب یادم میاد که از همون دقیقه اولی که دیدمشون تشخیص دادم که امیدی نیست. چون این بود که پروفسور الف از مرگ مادر بزرگم با خبر یا دوباره با خبر شد و در ستایشش که ستایش همه حرفه پزشکی است باید بگویم که رضایتی نشان نداد و شاید حس هم نکرد. خطاهای پزشکان بیشمار است. معمولا این گرایش را دارند که درباره پرهیزانه بیمار بیش از اندازه خوشبینی و درباره نتیجهش بیش از حد بدبینی نشان بدهند. شراب؟ شراب؟ کمش ضرر نداره. در نهایت مقوی هم هست. لذت جسمانی هرچی بیشتر باشه یکی از کارکردهای طبیعی بدنه. اجازهشو میدم، البته به شرطی که زیاده روی نکنیم. زیاده روی در هر چیزی ضرر داره. چه وسوسه ای از این بهتر برای آن بیمار. دو عامل سلامت بخش یعنی آب و امساک جنسی را کنار بگذارد. در عوض اگر اختلال قلبی، آلبومین یا مانند اینها داشته باشی، کارت ساخته است. اختلال های وخیم اما کارکردی به راحتی به حساب سرطانی خیالی گذاشته می شود. چه نیازی به ادامه معاینه هایی که نمی تواند بیماری درمان ناپذیری را خوب کند؟ اگر بیماری که بدین گونه به حال خود رها شده پرهیزانه سختی را بر خود تحمیل کند و شفا بیابد یا دست کم زنده بماند و دکتر او را در خیابان اپرا ببیند که به او سلام می کند، در حالی که از مدتها پیش او را در گورستان پرلاجز می پنداشت، این سلام بیمار به نظرش حرکتی گستاخانه و ریشخندامیز می آید. کمتر از این خشمگین نمی شود رئیس دادگاهی که ببیند محکومی که او 2 سال پیشتر حکم مرگش را داده بود به ظاهر از چیزی باکیش نیست و آسوده و بی‌اعتنا به او جلوی چشمانش راست راست قدم می‌زند. پزشکان که البته منظور همه‌شان نیستند و استثناهای ستایش انگیز را هم از خاطر نمی‌بریم، معمولاً آنقدر که از نفی حکمشان ناخرسند و براشفته می‌شوند از اجرایش خوشحال نیستند. به همین دلیل پروفسور الف با همه رضایت فکری که بدون شک حس می‌کرد از اینکه اشتباه نکرده بود با من درباره مصیبتی که به سرمان آمده بود جز با لحنی غم‌آلود حرف نزد. میلی به کوتاه کردن بحث نداشت، چون هم به او امکان می‌داد قیافه بگیرد و هم دلیلی بود که بماند و نرود. از گرمای شدید آن روزها حرف زد، اما با آنکه اهل ادبیات و فرانسه‌اش سلیس بود گفت: ببینم، شما از این هایپرترمی ناراحت نیستین؟ چرا که پزشکی از زمان مولیر تا کنون در آگاهی‌هایش اندکی پیشرفت کرده است، اما در زبانش نه. مخاطبم سپس گفت: نباید گذاشت همچین هوایی، به خصوص تو جاهایی مثل اینجا که زیادی گرمن موجب عرق زیاد بشه. علاجش وقتی به خونه برمیگردین و میل آشامیدنی دارین گرماست، که معنیش البته نوشیدنی گرم بود. چگونگی مرگ مادر بزرگم این موضوع را برایم جالب کرده بود و در آن اواخر در کتاب دانشمند بزرگی خوانده بودم که عرق بدن برای کلیه ها زیان دارد، چون آنچه را که باید از مجرای دیگری بیرون رود از طریق پوست خارج می کند. از هوای بسیار گرم که به مرگ مادر بزرگم انجامیده بود ناخرسند بودم و کم مانده بود که آن را مسئول بدانم. در این باره چیزی به پروفسور الف نگفتم، اما او خودش گفت: فایده هوای خیلی گرم مثل امروز
که موجب عرق خیلی زیاد میشه اینه که عوضش کلیه استراحت میکنه. براستی که پزشکی از علوم دقیق نیست. پروفسور الف مرا گرفته بود و هیچ دلش نمیخواست ولم کند. اما من چشمم به مارک دووه گوبر افتاد که یک قدمی از پرنسس دوگرمانت فاصله گرفته بود و به او از چپ و از راست کرنش میکرد. آقای دونورپو آن اواخر مرا با او آشنا کرده بود و برام بودم از او بخواهم مرا به آقای میزبان معرفی کند. ابعاد این کتاب اجازه نمیدهد اینجا توضیح بدهم آقای دووه گوبر در پی چه رخدادهایی در دوره نوجوانیش از جمله معدود مردان و شاید هم تنها مرد جامعه اشراف بود که در صدوم محرم آقای دوشارلوس خوانده می شوند. اما سفیر ما در دربار تئودوس شاه اگر هم برخی از عیب‌های بارون را داشت، این عیب‌ها در حد باستابی کمرنگ بود. آن تناوب‌های علاقه و نفرت که بارون از خود نشان می داد و انگیزهشان میل به دلبری و سپس ترس به همان اندازه خیالی از تحقیر یا دست کم رسوایی بود، نزد آقای دووه گوبر تنها به شکلی بی نهایت ملایم، احساساتی و ابلهانه دیده می شد. این تناوب ها را پاک دامنی و افلاطون گرایی که او به دلیل جاه طلبی از همان سن کنکور هر لذتی را فدایشان کرده بود و به ویژه کوته فکری به شکلی مسخره در می آورد. اما آقای دووه گوبر باز آنها را از خود نشان می داد. ولی در حالی که آقای دوشارلوس ستایش اغراق‌آمیز را با شیوایی سخنورانه واقعی به زبان می آورد و با ظریف‌ترین و گزنده‌ترین تمسخرهایی می آمیخت که تا ابد بر آدم اثر می گذاشت، آقای دووه گوبر علاقه‌اش را با ابتذال مردی از پایین‌ترین درجه اجتماعی، مردی عامی، مستخدم دولت و نفرت‌هایش را که معمولاً چون نفرت بارون یک سر خیالی بود، با بدخواهی بیوقفه اما آری از ظرافت ذهنیتی بیان می کرد که آدمی را تکان می داد. به ویژه به این دلیل که معمولاً با آنچه 6 ماه پیش گفته بود و شاید دوباره بعد از چندی می گفت تناقض داشت. نظم و تناوب این حالی به حالی شدنها به مراحل مختلف زندگی آقای دووه گوبر نوعی شاعرانگی نجومی می داد. هرچند که از این گذشته هیچ کس کمتر از او آدم را به یاد ستاره نمی انداخت. شب بخیری که در جواب من گفت هیچ از آن نوعی نبود که آقای دوشارلوس می گفت. آقای دووه گوبر شب بخیرش را گذشته از 1000 ادا و اطواری که به خیالش اشرافی و دیپلماتیک می آمد با حالتی جوانمردانه، سرزنده، خندان می آمیخت تا از طرفی به نظر رسد که از زندگی مشعوف است، حالان که در درون از ناملایمات حرفه‌ای بی آینده و همواره در خطر بازنشستگی زودرس نفرت داشت و از سوی دیگر خود را جوان و مرد و جذاب بنماید، در حالی که بر چهرهش که می‌خواست همچنان پر از جاذبه باشد جا افتادن چین و چروک‌هایی را می‌دید که جرأت نگاه کردن به آینه را از او می‌گرفت. نه اینکه بخواهد در عمل با کسی رابطه‌ای برقرار کند که از همان فکرش هم به خاطر آنچه ممکن بود دیگران بگویند و رسوایی‌ها و اخاذی‌هایی که در پی می‌آورد وحشت داشت. از آنجا که از یک دوره هرزگی تقریباً بچگانه به پرهیز مطلقی پا گذاشته بود که با علاقهش به کار در وزارت خارجه و قصد ترقی در حرفه دیپلماتیک همزمان بود، حالت حیوانی در قفس را داشت و به هر طرف نگاه‌های آکنده از هراس و ولع و بلاهت می‌انداخت و بلاهتش چنان بود که فکر نمی‌کرد که لات‌های دوره نوجوانیش دیگر بچه نیستند و هنگامی که روزنامه فروشی سینه به سینه‌اش فریاد می‌زد روزنامه، تنش را نتمنایی که ترس می‌لرزانید، چون می‌پنداشت که شناخته شده و رازش از پرده بیرون افتاده است.